شبی بود اتفاقا در خدمت خودستون بودیم و خانم و دوستان و آشنایان اینها. یه وقت من نگاه کردیم دیدیم یه صدای مرغ حق از روی یکی از این درخت ها میاد. خیلی کنجکاو شدم راجع به این که گفتم رضا جون میتونی یه کاری بکنی؟ گفت ها چیه؟ گفتم که باشه زود اون ضبط صوتو برده بیار. خب ایشون برای اینکه خیلی علاقه داره به این کار مثل اینکه خیلی هم نزدیک بود رفت ضبط صوتو برداشت آورد گرفت نشست و ما خب تنظیمش کردیم. در هر حال این حیوان همچنین که شروع میکرد به خوندن اینها من شروع کردم برای زدن. یکی من ناخون میکشیدم روی ستار، یکی هم اون از اون بالا جواب میداد. خب البته اینقدر دور بود یواش 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 آمد آمد تا به جلو و خیلی اوضاع احوال بهتر شد. یه مد البته نمیم اگر فیلمش باشه انشاءالله شنیده میشه ببینیم چیه. روی مایه هایی هم که من میزدم رو بیت اصفهان بود به این ترتیب. در شهری زاده شدم به جویهای روان و باغهای درندشت که لای شاخه های آن عبادی برای کوکو می نواخت، زلی برای شانه به سر می خواند. زاده شدم در خشخش صفحاتی که صدای قمر و روح پرور و ستار سبا می آورد و جان و حال ترانه های بنان و ادیب از میان همان صفحات سیاه و سنگین دامنگیر بود. وقتی در شهر بزرگ شدم و کارم شد ثبت و ضبط لحظه های میرا، به راه نمایی خاطره های کودکی رفتم. رفتم تا قمر، تا بالاخونه متروک تهران نو. ضبط میسر نشد ولی حسین ضرب به دشواری در برابر دوربین نشست. از خاطره ها گفت، از سبا، از رنجی که آن دو کشیدند برای اون که در زهیر الاسلام یکی ستارش را در مسیر آیت الله بزند و آن دیگری در کوچه ضرب بگیرد. رفتم تا عبادی را از میان خاطره های عمه و خواهر و پدر بزرگ همه اهل موسیقی بیرون کشم. رفتم پای صدای هنوز در پیری رسای تاج. در غرور بی انتهای بنان غرق شدم ساعتی. و بهاری، 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 به همون نازکی کمونچش، به همون نازک دلی. اما من در شهری زاده شدم که گاه با خود خشم گرفت و گاه به جان خود آتش زد. در میان اون خشم و آتش یادگارانم از دست رفت، دست به دست شد. اما هستند همه جا اهل دل، چنان که چند تایی از نوارهایم پیدا شد از هر جا که بود. و حالا من ماندم با چند نوار، با تصویر جوانکی لاغر نشسته در کنار عبادی و دستبوس ادیب و مصاحبه‌گر بنان. همین و همین، ولی همین هم خوش. و حالا بعد نزدیک 40 سال، چون رفتم به دیدار خاطرات من دست سالها، چه کسی بهتر از سایه شاعر تا بگوید شرحی از آن حالها و نقش هر یک را در تاریخ موسیقی ایران بازگو کند. چنگی عاشق تو صبح را به نظر گیر، گیرم 1000 سال بگذرد این نواست که ماند. اینجا در منزل استاد عبادی هستیم، یک منزل ساده و بی پیرایه متعلق به یک هنرمند بی ادعا که زندگی خودشون هم شبیه منزلشون است. خواهشم این استش که در این برنامه
استاد بادی اول با وجود اینکه تصور میکنم بینندگان تلویزیون خیلی خوب ایشونو بشناسند، ولی از خیلی دورهای دور، یعنی از دوران کودکی خودشون آغاز بکنن که اول ما یک شناسایی خیلی فشرده ای ازشون در دست داده باشیم برای اون محدودی که احتمالا ممکنه که فراموش کرده باشند، و بعد من سوال دیگری از حضورشون مطرح میکنم. خواهش میکنم. از دوران کودکی مون که خب هر کسی معلومه بچه هست و بعد میره به مدرسه و از کنه خودتون که درسش تمام میشه اینها. من در همین موضوع که موقعی که در تحصیل اینها میکردم، خب البته این موضوع ساز و اینها برای من پیش آمد کردی از خانوادگی من بوده. این موسیقی ایرانی تقریبا از خانواده ما برخواسته شده. مرحوم میرزا عبدالله، یعنی پدر بزرگ جد ما که مرحوم علی اکبر بود، بعد میرزا عبدالله برادرش مرحوم آقا حسین قلی، عرض کنم خدمت شما که بندم که پسر مرحوم میرزا عبدالله هستم و بالا دیگه نمیدونم چه جوری بخوام. چند سالتون بود استاد شروع کردین اول بار؟ بنده در حدود 8 سال اینجا رو بیشتر نداشتم. بله 7 سال 8 سال بود که من داشتم و یکی دو جلسه پیش پدرم کار کردم، بعدش پیش خواهرام کار کردم. عبادی وقتی که پدرش مرد بچه بود، اصلا از پدرش تعلیم نگرفته. عبادی میرزا عبدالله معلم پسرش نبوده، ولی عبادی حسنای دیگه ای داشت با وجود اینکه اون خط رو دنبال نکرد. خب ببینین، یه که باید گفت که یه ارثی در خانوادهشون بود دیگه، برای اینکه خود میرزا عبدالله اینا پشت در پشت همه موسیقی بودن دیگه، و گویا حسین خیلی بزرگی هم بودن. من نمیتونم بگم، هیچ کس نمیتونه بگه، شاید هم بزرگتر از میرزا عبدالله بودن، عموش و نمیتونم همطور چند پشت زمانه نبود، ولی چیزی از شما نداریم. زمانه نبود، اینا تو مجالس خصوصی و بزرگان میتونستن ساز بزنن. اولا مردم که شانس شنیدن صداشون نداشتن، اصلا موسیقی خاص جای مخصوص بزرگان بود دیگه. ولی در سر بسید یه خانواده هست که ارث رسیده بهشون، به عبادی هم اینطور. بعد خب در شیوه نوازندگی هم تغییرات داد، روز تکسیم کار کردن و فالا، منطقه خب صدایی که از ساز در میاره صدایی فوق‌العاده دلنشینیه، فوق‌العاده است واقعا. خواهش بکنم استاد که در مورد ستار یه ذره صحبت بکنین، در مورد این ساز و در مورد تغییراتی که تو این سالهای اخیر کرده، چون ظاهرا به نظر ماهایی که اطلاع کافی و لازم از موسیقی نداریم، در طول این سالهای اخیر، یعنی 50-60 سال اخیر، اصولا طرز نواختن ستار عوض شده. بله، یعنی اونم سبک زدنش رو بنده خودم عوض کردم، و الا شاید اونهایی که الان شاید هم میشنوید تا یه اندازه ایش رو بیشترشون رو سبک بنده کار کردن. درسته، اصولا این سبک تازه از خود شما شروع شده؟ بله. شما عبوی هم همین به همین سبک میزدن یا نه؟ نه خیلی، اونها به شکل دیگری کار میکردن. اونها خیلی ناخن تند و پنجه تند ریز. بله، به این ترتیب کار میکردن، ولی رو اصول صحیح بود البته اونجور.
خود آقای عبادی گفته که وقتی اون موقع که در بیسی میرفتیم نوازندگی میکردیم برای ما زنده بود دیگه، زفت نمیشد، میرفت تو هوا. بعد من از دوستان میپرسم خب چطور بود؟ اونا خب میگفتن خیلی خوب بود، منتها شلوغ صدای ساز. خب وسایل زفت هم خوب نبود دیگه، یه میکروفونی بود که هم خبر باش میخوندن هم آواز میخوندن هم ساز زفت میکردن. میگه من فکر کردم که اون صدایی که روی همه سیماس مضراب میخوره تبدیل میکنم به تکسیمی که اون شلوغی نباشه. هم یه توجیه هست هم شاید هم یک راه حلی پیدا کرده بود آقای عبادی. ولی خب ساز خیلی دلنشینی داشت و سالهای سال هم یگانه نوازنده ستار بود دیگه. ببینید باید مثلا هر که ناخنش تونتر بود و دستش پنجهش راحتر بود باید به این طرز میزدن. ولی وقتی من رفتم وارد شدم به رادیو که به ارزون رسوندم دیدیم که بعد جوریه، برای که همه میگن که بله صدا امروز اینجوری، حالا نگید این فاصله این سیم ها با هم خیلی 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 نزدیکه، همچنین فاصله سیم با این تخته که صفحه باشه اینم خیلی نزدیکه. معلوم میشه که وقتی من ناخن میکشتم در میکروفون این صدا رو ناجور در می آورد. من برگردوندم این رو به این حال درش آوردم. شیش شمسی شروع کردم به کار خودم. در یه خانواده بودم که تو موسیقی بود اونجا بستر، نه به عنوان موسیقی دان، همیشه تو خانواده عرشتگراتات خانواده عیم بود موسیقی. مادرم پیانو میزد، یواش یواش گوش من رب خوهرهای من شروع کردم به ساز زدن پیش مرزخان ایدا بود. بعد خودم علاقه پیدا کردم و رفتم پیش معلمان قدیمی، چند آخوند بودن پیشونا، اول یواشکی میرفتم پیشونا درس میخوندم، بعد علنی شد و تا اینکه آوازه رو خوب یاد گرفتم به ردیف‌ها رو، ولی خب دیگه موقعیتی نداشتم که بخوانم موقع. تا اینکه در قبل از شهریور 20 من خودم یه خواننده کلاسیک قوی بودم، برخورد من با آقای وزیری، کلن وزیری مجبورم کرد که منو بیاره تو رادیو.
به واقع خالقی گذاشت من رو که کار کنم، طرز ارکست ها رو، ارکست های کوچیک و بزرگ رو یاد بگیرم بخونم، نتخونی و تا این چه سال هم با آقای خالقی کار کردیم در کنسرت های انجمن، تشویق معلم استاد تا این حالا که ملازم میفرمایید. فاصله چند ساله؟ من 47 ساله که میخونم، 47 سال خودسی میخونم. ولی با فوت خالقی در رفقا مثل سبا یا حسین وزیر تبار، محسن پیانو، محسن محجوبی به اصطلاح، اینا دیگه به من اثر عجیبی گذاشت روی من. و زمان آقای پیرنیا که تو گلها بود یه قدی منم اذیت کرد، من دیگه هیچ میل نداشتم بخونم، خسته شده بودم دیگه. یواش یواش اومدم نظارت برنامه های رادیو رو کردم، تکمیل نوارها، عضو شورا بودم، بعد رسیدم به مشاورت هنری وزیر اطلاعات، تا حالا که ملازم فرمانده که باز نیست شما منزل نشستم. به این ترتیب شما اول در حقیقت خوانندگی جدی و همراه با نوتخونی رو با تشویق کلونل شروع کردین؟ بله، با آقای وزیری. با خود کلونل هم کار کردین؟ نه، با آقای وزیری کار نکردم. با آقای وزیری تو ارکسترشون بودم، ولی کاری نکردم باشون که به من تعلیم داده باشن. با آقای خالقی خالقی کار کردم، خیلی کار کردم، خیلی هم علاقه داشت به من، هرچی در چندی داشت به من میام. عاشقم ای من بگوید، سرخوشم ای گم بگوید، مجنون تر از مجنون منم، من زیبا من 11-12 تا آواز شور از بنان جمع کردم تو یک نوار برای خودم. تمام این شورا رو یه گوشای مایری رو خونده، مثلا درامات خونده، قرچه خونده، سلمک خونده، رضوی خونده. مثلا شما در اونجا هیچ وقت نمی‌بینین که اوجهای شور رو خونده باشه، مثلا حسینی خونده باشه، نه پالاینا، همین جازه دوازد، یعنی جای صدای خودشو میشناخته و میدونسته کجا میتونه کار بکنه. یک آواز چهارگاه داره بنان رو صفحه ضبط شده، باز اوج از مایه خیلی بالا خونده. من از خود بنان پرسیدم، گفتم آقا بنان، آقا این جای صدای شما نبود که چطور اینجا خوندی؟ گفت به رقابت با زلی خوندم اینو. خب البته اونجا مثلا مخالف و پایین تر خوند و اینا، ولی خب زاوریناش شاهکاره واقعا. آبانان بگردیم به اون سابق، به اون اوائلی که شما آواز میخوندیم و زمانی که شما بودید و اگر اشتباه نکنم ادیب خونساری فقط، ولی یک کس دیگه هم در زمان آواز تاج اسفانی هم گویی از اسفان میمد. اولا بنده به عنوانی که برم بخونم اصلا نکردم این کار رو، من وصلتی که واقعی وزیری کردم او من مجبور کرد. من صدایی داشتم گاهی افتخاری میخواستم بخونم، خیلی هم هستم، مثلا مثل اون سرلشکر موعظی که آرز سفرباد، اونم آواز داشت میخوند تو جلسات، هم میخوند کارش رو میکرد. من به عنوانه که خواننده بشم نمیخواستم این کار بخونم. بله کل وزیر بادارم که بخون 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 بخون، با همین دلیلم که من چیزی هم نگرفتم، اگه خواننده بودم باید یه پولی بگیرم. خب یه حقوقی که دولت تعیین کرد برای ما دیگه اون که نمیشد نگرفت، حقوق بود که مؤسسه بود دولتی حقوق میداد، من از شخص نگرفتم هیچ سند نار، من از یه شخص به فرد که برم منظرش بگم آقا مرمد و فرمیتا من بخونم نگرفتم. برای من اگه قرارم بود واقعا یه وقتی خودم بیاد اگه پولکی بودم، من هیچ وقت آواز خوب نمیخوندم، من آواز باید بهم اثر کنه. من اگه برای پول بخوام بخونم یه چیزی مزخرفی میخوندم،
همه حواسم بود که چه پوله رو بگیرم درم اینکه یه همیشه آوازه میشه مزخرفی میشه چه جوری خرجش کنی؟ یعنی اون سوز و اون حال و اون انرژی نداشت. ترانه چند تا خونده دایتر؟ بیشتر من چیزه خوندم این هارمونی داره مال آقای وزیری کنه وزیری مال خالقی این اگه هارمونی داره اینا رو خوندم یونیسون کمتر بیشتر دارم تو خب پیش پا افتاده بود و میساختم تون تون یا کونت پوهم بود و این چیزها رو من دارم ولی بیشترش من سعی میکردم این چیزه مشکل جا افتاده روش زحمت دادم بکشی کار کنه روش زیاد اونو دوست داشتم بخونم. طبیعتا اصولا شما ترانه خوندن رو برای کسانی که در کار موسیقی اصیل ایران هستن چیز خیلی مشکلی من 10,000 تومان به پول اون موقع ها من اینو به چیزو داشتم جایزه گذاشتم جایزه گذاشتم 10,000 تومان میدم اونایی هم که نوت نمیدونن 6 پام بهشون بخت میدم این حفظش یعنی هر چه آدم خیلی باشه نوت هم ندونه یه چیزی حفظ میکنه دیگه بالاخره سب میکنه اونجا که سازه سب کرده زده اونجا سب میکنه اونجا که سب نکرده خونده حفظش میکنه خلاصه ندونستم هیچ که جواب من ندونست الان دارم همین نوار می ناب اسمشه سعید شما چند بار اتفاق افتاد که تمام ضربها ریتمها هم استرا کمپلیک است توی همه اصلا هیچ معلوم نیست که زده بشه که آدم حس کنه گوشه تو چه دستگاهی بود میای ناب اصفهان و همایون و چارگاه و هم خاطی بود ساقی به صوت این غزلم باده می گرفت فکر میکنید که بنان خب شما بهتر میدونید که بنان دو تا مشخصه داشته که این که یه آدم به خصوصی رو به عنوان استاد خودش انقدر خودش رو بزرگ میدید که آدم به خصوصی به استاد خودش اسمی برد یکی این که بالاخره شاگردی درست نکرد به اون عنوان که شاگرد بتونه درست بکنه توی حرفی هم که الان این نواری هم که پخش میشه میشنوید که درباره خودش موقعی که حرف میزنه همین جور حرف میزنه خب دلایلی داشت به نظرم میرسه که به اندازه کافی هم داشت حالا شما بگید که آیا درسته که بنان این مقداری که اعتماد به نفس داشت واقعا همینقدرم بزرگ بود؟ بله اولا این که شاگردی نداشت اگرم 1,000 نفر هم میراتن به شاگردی بنان باید خیلی استثنایی میبودن که اون لطافت صدا رو داشته باشن و بعد اون علم بنان رو داشته باشن بنان بی نظیر هنوز بی نظیر مونده در سر تا سر تاریخ آواز ما مثل بنان این هنر نداریم که کسی یاد گرفته باشه شاید شعر درست خوندن شعر همینو بخوام بگم شاید هم سرشتیه واقعا این
شاید یه درصدی ازش آموختنی باشه، ولی یه مقدار هم باید میتونی در فطرت آدم باشه. از این لحاظ بی‌نظیر بود بعضی این لحاظ برام. شما از کسایی که باهاتون ساز زدن کدوم بیشتر پسندیدین؟ مردن متاسفانه همشون. کیا بودن؟ بله وزیر تبار بود که کلنت خیلی خوب میزد، خیلی فرنگی هم ماتشون میبرد، وقتی این ایرونی میزد رو تحجب میکردن که اینا نمیدونستن بزنن بزرگترین هر نیزنهای فرنگی نمیتونستن. سبا بود با من عرض کنم بود تا سبا بیالو میزد ستار برای پیانو مرسخان بود یا جواد معروفی بود. حالا که همه مردن ولی بهترینشون کدوم بوده؟ مرسخان. چه آتشی به جانها زدند محجوبی و سبا و خالقی و بنان. هر کس در هر جای ایران که زاده شده و بزرگ شده خاطره ها دارد، چه چنباتمه زده پشت در پنجدری یواشکی گوش سفرده به صدای بزرگترها چنان که من، و چه در شهری دیگر چنان که سایه. رادیو تهران اون زمان روی 75 متر موج کوتاه پخش میکرد که اونم مثل موج متوسط حساب میشد، خیلی ضعیف. ما هنوز رشت بودیم. رشت بودیم. یک کافه قنادی بود در رشت به اسم گلستان. این یه ترانسفورمر برق داشت، یه رادیو رو تاخچه چوبی که درست کرده بود بالای دیوار کار گذاشت، دست کسی نمیرسید بود. ما میرفتیم تو این کافه میشستیم چای میخوردیم بستنی میخوردیم تا مثلا 8:30 بشه برنامه موسیقی پخش بشه بشنیم، مثلا دلگش میخوند یا ادیب خونساری میخوند. By the phone company. وقتی روزگار دیدار ادیب خونساری را میسر کرد، جز دلی خوش، مهربانی ذاتی و ادب چیزی از اون نمانده بود. از آن صدای جاودانه فقط نقش کمرنگی مانده بود. بنده در خونسار استادی نداشتم، برای اینکه اونجا شهری بود مذهبی. پدر من یکی از علمای خونسار بود و برای من خیلی مشکل بود برم تحقیق کنم موسیقیات بود. مجبور کردم پدرم مرا فرستاد به اصفهان. اصفهان مرکزی بود که خوب عده‌ای موسیقیدان بودن. سید رحیمی بود موسیقیدان، شعر خیلی خوب ادا می‌کرد، پیرمرد بود. حبیبی بود معروف که بعدن رفت شیراز. میرزا حسین خانی بود، ساعت ساد بهش میگفتن، صدای اون بد نبود، موسیقی میدانست. یه جمع سازن بودن در اصفهان. بنده در من یک سال تمام
وقتم از صرف موسیقی کردم و روز در محضر یکی از این آقایون حاضر بشد. حتی پدرم خیلی ناراضی بود که شما چرا رفتید اصفهان، شما باید برید درس بخونید، مدرسه ببینید، عربی بخونید. ذوق من اون نبود، ذوق من چیز دیگه بود، همون موسیقی بود. بالاخره آمدم به تهران. تهران که آمدم، تهران خیلی وضع خراب بود، یعنی نداشتیم. مرحوم تارزاده پیر شده بود، صفحات قدیمم دیگه نبود که گرفته بودم، فقط کسی که در اینجا بود آقای بدیزاده بود و یه سلیمان خان، اینهایی که بنده یادمه. بعدن در تهران من کنسرت هایی دادم در هم جامعه باربو، در گران هتل، جاهای دیگه، و در اثر کنسرت هایی که دادم و کمپانی سفر آمد به چیز از تهران، از من صفحاتی گرفت، صفحاتی گرفت، صفحات من در تمام ایران پخش شد. سال اول با هیچ مستر باش خوندم، بعد با بداف کمپانی خوندم، با پالیفون خوندم. اینها که میگفتن اول میگفتن ادیب رو میخوای، هرچی میگفتن بابا ادیب خبری نیست، چیزی نداره. خلاصه گویا از صفحات من استفاده کرده بودم، خوب فروخته بودم. ادیب کاری هم کرده بود که به اصطلاح بتونیم مشخصش بدونیم، بگیم این کار مال این آدمه؟ بله، اصلا سبک آواز ادیب خاص خودش واقعا تو آوازا، تو آوازاش. بله، حتی به گمان من روی خواننده های بزرگی مثل بنان اثر گذاشته. آقای ادیب که از کارهایی که میکردن شعر خیلی مفهوم میخوندن و تحریرهایی که میدادن توی گلو بود، با زبون نبود. این اصطلاحیست که بیشتر خود آقا ادیب الان متوجه هستن که من چی عرض میکنم. یعنی عده از خوانندگان هستن با زبونشون و سرشون تحریر میدن، ولی تحریری که از توی گلو بود منحصر به فرد آقای ادیب بودن و دیگه این اصلا تعارف نیست. همه دوستانی که الان جزء اساتید هستن اینو میدونن و قبول دارن. من عاشق صدای آقای ادیب بودم و با آقای مرحوم نورعلی خانم همیشه دوست داشتن آقای ادیبو. قرار شد که ما هفته یه روز یا دو روز بیام در خدمت استاد و اون چیزایی که استاد داره که ما نداشتیم و خیلی کم بود، مثلا حسینی در شور، البته مثلا حسینی در شور و مرحوم تاج‌زاده یه جوری خونده بودن خیلی زیبا بود، ولی مال مرحوم تاج‌زاده یه شکل خیلی خیلی عجیب بود که یادمه با یه شعری برای من شروع کردم جلسه اول دوم که اومدم. اول خواهش کردم ازشون این بود که اون حسینی رو برام بخونن که من یاد بگیرم. من اون تا مرحوم نورعلی خانم یک ستاری داشتن کوچولو به نام روشنک، ستاره کوچولو همیشه همراهشون بود. بله، که اون ستار رو در آوردن و جناب ادیب شروع کردن به خوندن با این شعر: فریاد از اون نرگس مستی که تو داری، بله، آه از دل دیوانه پرستی، بیگانه پرستی که تو داری، بله، ترسم که یکی زهل وفا زنده نماند بر کشتن این طایفه دستی که تو داری. آی فریاد از آن نرگس مستی که تو داری، آه
از دل بیگانه پرستی که تو داری. ترسم که یکی زهل وفا زنده نمارد. بر کشتن اون طایفه دستی که تو داری. آخ آخ آخ. وقتی رفتم رادیو دیگه موقعی نبود که ادیب بتونه بخونه. یه روز به سرم زد که این راهی پیدا کردم. گفتم آقا ادیب موافقین که یک کلاس بذاریم که شما بیان اینجا به شاگردها درس بدین؟ یه روز از جلوی اتاق رد می شدم، دیدم که از توی کلاس ادیب یک صدا و یه خانومی میاد با یه تحریری مثل قمر. واسه وقتی آواز تمام شد در واسه کردم رفتم تو، دیدم یه دختر قد کوتاهی هست اون داره میخونه و گفتم ببخشید من نوازی آمدم. من رفتم به آقای لطفی گفتم، گفتم آقای لطفی یک دختر اینجا هستی میخونه تحریر مثل قمر داره. شما میدونین دیگه بعد از قمر حتی روحانگیز اون تحریرهای قمر رو نداشت، هیچ کس حالا نداشت. خب البته جای صدای خانم هنگام اخوان خیلی پایین تر از صدای قمره، ولی اون صافی و درخشندگی رو طبعا نداره. قمری استثنا بود واقعا در تاریخ آواز ما. ولی خب به این وسیله خانم هنگام اخوان کشف شد و بعد با لطفی باش کار کرد و بازسازی کارهای قمر رو اینا رو چیز کرد. استاد میخوام خواهش بکنم که به گذشته رجوعی بکنیم، از این دورانی که یاد ازش میکنید یک صدایی از شما بشنویم. چون شما که خودتون شکست نفسی میفرمایید که حالا صدا اون نیستش، البته ما از صدای فعلی شما هم خیلی لذت میبریم، ولی میخواد که صدای گذشته. دیدم که نواری هم داریم اینجا در خدمتتون، یک گذری به گذشته بکنیم. صدای گذشته کنم. صدای من نمیدونید دیگه مدتی است با این حال و این ضعف مزاجی اینا نمیخونه. بسیار هم خوب بود، ولی خب این یک نواریش که من گرفتم و حالا برای اینکه شما استفاده کنید. در خاطر سال و ماه میمانی. دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی. بعد از ادیب بنان اما سری دیگر داشت و شوری دیگر، انگار نماینده نسلی بود که بعد از جنگ آمدند که دنیا را کشف کنند و در دهلیز نمیخواست بزید، هم از این رو ابتذال برایش معنا نداشت. این نظر شما رو بدونم، شما به عنوان یکی از پاسداران موسیقی اصیل ایران، نظرتون راجع به اون چه که الان در موسیقی ما مطرح هست چیه؟ خیلی هستن اعتقاد دارن که این موسیقی جوانگرایانه امروز این به ما لطمه میزنه. عرض کنم حضورتون که امروز دیگه صحبت لطمه زدن نیست در مملکت موسیقی لطمه بزنه. دیگه امروز حرف های چیزایی راجع به کار سیاسی و چیزا صحبت میشه برمشه در مملکت. موسیقی اصیل هیچ وقت لطمه نمیزنه، چیزی بهش نمیتونه لطمه بزنه. در فرنگستان هم همینجوری، مگه شما تشنه بردید اروپا؟ در فرنگستان مگه موسیقی کوچه بازار نیست؟ در مقابل اوپرام هست، شانسونی هم هست. گرده میرن شانسونیه گوش میکنن،
یه موسیقی به اصطلاح متوسطیه بود، یه ده اپرا موسیقی سنگین‌تر گوش میکنن، یه ده از همین خواننده هایی که صفحه پر میکنن تو کوچه از اون گوش میکنن. ذوق مردمی که نمیشه که، قصاب فکرش با یه آدم سیاسی فرق داره، یه کارگر سمپل نمیشه بهش گفت بیایی سطح بالا بیا حتما واگنر رو گوش کن، بیا مثلا آواز آقای ادیب خونزاری، آقای بنای، آواز فلان آدم رو گوش کن. اون میخواد یه چیزی که در ذهن که کار میکنه یه بشکنی هم بزنه و چهار تا دست هم بزنه و کارش هم انجام بده بعد بره منزلش. و این در همه جا هست، یه عده خوب دوست ندارن گوش نمیکنن، یه عده دوست دارن گوش میکنن. ذوق جوانها رو نمیشه کشت، جوان نمیشه که بیا مثل من سن من فکر کن. هیچ لطمه به موسیقی ما نمیزنیم هیچ وقت. بنابراین شما متعلق به یک خانواده آریستوکرات بودین، بنابراین شاید این مسئله که من درس میکنم در خودتون مصداق پیدا نکرده باشه، ولی اصولا الان عیبی که در زمینه موسیقی ما وجود داره اینه که کسانی که رضایت ندن مثل خود شما به این که در کاواره بخونن یا هنرشون رو هنر بازاری تجارتی بکنن، وضع زندگیشون مشکل میشه. در نتیجه وقتی هنر خوبی ارائه نخواهند داد. این مشکل برای شما مشکل هست اصلا یا نه؟ نه خیلی. برای اینکه ده فرنگستون یه نفر نیست الان مجانی بخونه. هنرشون رو عرضه میکنن. بزرگترین خواننده حالا. زمان بتوئن گذشت که در فرنگ زندگی میکردن. جمعیت دنیا زیاد شده، هواخواه زیاد شده. حالا تمام خواننده های امریکایی، خواننده های فرانسوی، خواننده های آلمانی، تمام خواننده های اپرا حتی پول میگیرن، خواننده های اصلا مال کاباره پول میگیرن، نخو زندگیشون عیبی نداره. حالا ما عادت نکردیم از اول و در یه خانواده بودیم قدیمی و فلان عادت نکردیم، ولی چه عیبی داره که یه دکتر ویزیت نمیگیره؟ چرا؟ یه کسی که روح میده به کسی هیچی نگیره، اونا میگیره. چیز بانه چیز مهمی نیست. کجا چه جوری؟ یعنی شما ایراد نمی‌بینین که نه بره تو کاباره بخونه؟ نه بره تو کاباره بخونه پول بگیره، مردم هم تشویقش بکنن چه بده می‌بینه. و هنر کجا بخونه؟ تو خونه خودش؟ هنر تجارت برای زن بچه‌ش بخونه یا برای مثلا دختر خاله دختر عمه‌ش؟ شما چه نخونه؟ صدا مال مردم. من نتونید من در یک فصلی زمانم فرق داشت با من، مال این زمان نیستم، زمان من فرق داشت. چرا شما همین 10 سال پیشم اگر شما دلتون می‌خواست بریم بخونیم میتونستیم بریم بخونیم؟ 10 سال پیش البته، در 20 سال پیش، 10 سال پیش کاباره نبود. وقتی که بود شما ولی میتونستیم بخونیم؟ نبود اصلا. زوار من که قدرت داشتم و جوان بودم کاباره نبود اصلا. ثانیاً عرض کردم من استثنا در یه خانواده ممکن معمولی نبودم. اولا قوم‌گوشای من، دایی‌های من، شازده‌ها و فرسونید که برادر من، نه همه منو طرد می‌کردن. اینکه خودم احتیاجم نداشتم اونجور، مانه هم بودم، گذرم دام زندگیمون. ولی خب الان اینا این کار میکنن عیبی نداره، تمام دنیا این کار داره میکنه. خب شما قناعت رو توصیه میکنید بهشون یا نه؟ چون این قناعت رو توصیه بکنید خودم بیتونم قناعت داشته باشم. قناعت خودم که نمیتونم به کسی که توصیه کنم یه تو شما هم قانع باشید یه نیست قانع. ببینید خب مشکل اینجا شروع میشه، شما بستگی به این داره که چه نوع زندگی رو انتخاب بکنید. اگر یک کسی تو زمینه موسیقی ایرانی باشه بعد یک زندگی قانعی داشته باشه، احتیاج نداره به اینکه بره شب آواز بخونه. شما به نظرتون از یه زاویه دیگه عیبی نمیرسه، ولی شاید کسی براش خوشایند نباشه که بره آواز بخونه، جماعت هم مشغول شام خوردنشون باشن، توجهی به موسیقی اون موسیقی که درش خواننده میشه میره اونجا که میشینه اونا شام میخورن، اونا خواننده حسابی نیستن. خب اگه خواننده حسابی باشه چی؟ خواننده حسابی نمیره هیچ وقت. خب بنده همین عرض کردم، شما گفتین موافقین با این که بره. نه خب این برای اینا، برای این خواننده متوسط عیبی نداره بره. الان در اروپا هم خواننده های بزرگ نمیرن که تو اپرا کی بخونه، بره اونجا شام بخوره، یارو عرق بخوره، مزه مثلا آوازش عرق باشه. بعد از انقلاب جلوی موسیقی ها گرفته شد دیگه، تنها موسیقی سنتی ما به اصطلاح اجازه داشت که کار بکنه، اونم با هزار اما و اگر. ولی موسیقی ما نتونست خودش حفظ بکنه و شروع کردیم به تقلید از همدیگه و کارهای سبکتر سبکتر سبکتر. مردم رو برگردان شدن، دوباره برگشتن به موسیقی دیگری. شما میریم پارچه بخریم، میتونین گونی بخریم، میتونین فاستونی بخریم، حالا قافیه هم هست. اگر
یه پارچه خوب و با قیمت مناسبی در اختیار مردم بذارید که مردم نمیرن کرباز و گونی بخرن. بله، از کم تو سال اخیر این ثابت شد حتما. تو زمینای مثل شما وقتی بعد به مردم میدید مردم عادت میکنن. بله. مردم میخوان یه چیزی بشنون، یه چیزی واگو بکنن، بخونن. وانگه از این هم نباید غافل شد. یک نیازهایی در مردم هست که اگه موسیقی ما جواب نده مردم میرن به دنبال نیاز خودشون. این موسیقی باید جواب نیاز مردم رو بده. از این هم کار عیب داره آخه. آمدی جانم به بعد نزدیک 40 سال از یادم نمی رود سکسکه های مدام ادیب که مجال نفسش نمی داد و سرانجام هم راهان گلوی ترایی را بست و هنوز عشقی که در نگاه عبادی و نصرت بود از خاطرم نمی رود او که انگار از کلاس ملوک خانم مأموریت گرفته بود که عبادی را بپاید و به او عشق بفروشد عشق زندگی همراه ستار شما چند وقت با استاد ازدواج کردین؟ تقریبا 45 ساله اون موقع هم استاد ساز میزدن؟ بله شما از ساز شدید یا عاشق استاد؟ منده خودم ساز میزدم رفته بودم پلو خواهر آقای عبادی مشق میکردم بعد اونجا همدیگر رو دیدیم برای بگید اونم که زدید تو سر بنده ستار بله همدیگر رو دیدیم و خواستیم و دیگه بله فوراً هم عروسی شد نه خیر تار پلو خواهرش که مادر مهندس سیهون باشه بعد خانم اومدن به عبادی گفتن که یه خانومی هستن اینجا و بالاخره بعد نیست و بیاین شما ببینین و همدیگر دیدیم و فوراً هم عروسی برقرار شد یعنی یه هفته نشد استاد با ساز دلبری هم کرد خیلی زیاد بله هم دلبری و هم دیگه همه چی با هم بله خلاصه شما هم با تار من نه دیگه تار رو گذاشتم کنار نه دیگه من تار رو گذاشتم کنار تازه رفته بودم شروع کردم که به اصطلاح قسمت شد که زن شوهر بشیم تار رو گذاشتم کنار گفتم ستار بشق میکنم وقتی این خواست معلم بشه بر من گفتم نه زن شوهری معلمی نداره خلاصه گذاشتیم کنار بله زن شوهری معلمی زن شوهری بله بله انتخاب کردیم بله استاد اجازه بدین که برای شما سلامت و عمر طولانی آرزو بکنیم آرزو بکنیم سالهای سال در خدمتتون باشیم شاگردهای خوب تحویل بدیم و همینطور فرصت باشه که ما خدمتتون برسیم و برای بینندگان تلویزیون هم فرصت مختنه متشکرم از لطفتون و واقعا امشب اسباب زحمت شما شدم من والله نه خیر ما مزایم وقت شما شدیم خیلی ممنون و متشکرم خداوند به همین شما عمر بدهد موفق بشید جوانید اول زندگی شما هست ما جز دعا کاری دیگه نداریم در حق شما و هنوز مرسی خان آنانم که به چنگم نیامدند و آن نوارها که ساختم و روزگار از چنگم رو بود به روزگار که هیچش وفا میسر نیست صداست که ماند به شاخسار دلم